چون از افق براید انوار صبح صادق، بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق. تن پیکر فضائل، جان گوهر معانی، دل منبع عنایات، رخ مطلع شواره. بر لوح سینه اوست آیات حق و بیدا، گنجینه کمالات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. از این طبیب حاضر امام صادق علیه السلام فرمودند: تمام موجودات، حتی ماهیان دریا و پرندگان در آسمان، برای طالب علم از خدای متعال طلب مغفرت می نماید. بهار الانوار، جلد 1، صفحه 173. این جعفری را بگزین که در مندان درمان خیش جوید، از این طبیب حاضر مولا امام صادق. مولا امام صادق، شبکه جهانی که امام صادق علیه السلام. مولا امام صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كتاب المتاجر. کتاب متاجر یکی از کتاب‌های مهم لم است، حاوی مباحث دارای اهمیتی است. همین مقدار در اهمیتش بس که کتاب مکاسب که از پایه هفتم تا دهم به مدت 4 سال خونده میشه، در واقع باز شده این کتاب متاجره. حتما قبل از ورود مکاسب مراجعاتی به کتاب متاجر داشته باشید. ایشون اول به واژه متاجر میپردازن که متاجر از لحاظ صرفی و لغوی چه واژه‌ای هست. خب متاجر جمع متجره، اما در متجر دو احتماله: یا متجر مصدر میمیه به معنای تجارت، پس کتاب المتاجر میشه کتاب التجارات، کتابی که درباره تجارت ها صحبت میکنه. ممکنم است که متجر رو اسم مکان بگیریم، متجر یعنی محل تجارت. البته منظور از محل تجارت دکان و مغازه نیست، منظور از محل تجارت مورد تجارت، یعنی اون کالایی که روی اون کالا تجارت واقع میشه. البته شهید ثانی میفرمایند که الیق به مقصود علم فقه همون احتمال اوله، چون علم فقه بحث میکنه از افعال مکلفین و تجارت فعل مکلفه، نه کالای مورد تجارت. البته به هر دو شهید اول اشاره میکنه، یک بار موضوع تجارت رو به 3 قسم تقسیم میکنه و در پایان همین مبحث خود تجارت رو و حکم تجارت رو
به 5 قسم تقسیم میکنه. دقت بفرمایید، کتاب المتاجر، المتاجر جمع و متجر، و هو مفعل من التجاره، یعنی متجر بر وزن مفعل از ماده تجارته. حالا اما مصدر میمی یا متجر مصدر میمی است به معناها، یعنی به معنا تجاره، مثل مقتل به معنای قتل، کل مقتل. و هو هنا اگر این گونه باشه، متجر در اینجا نفس و تکسب، به خود کسب کردن، به خود کسب درآمد متجر گفته میشه، چون تجارت یعنی کسب درآمد. او احتمال دوم در واژه متجر، اسم و مکان لمحل تجاره، متجر اسم مکان باشه برای محل تجارت. البته منظور از محل تجارت چیه؟ و هیه الاعیان المکتسب بها، این هیه به محل میخوره، منتها چون خبرش الاعیانه مراعات خبر شده، مؤنث اومده. قاعده متردی است که میگه که مراعات الخبر اولا من مراعات المرجع. خب و هیه محل تجارت یعنی الاعیان المکتسب بها، اون اعیان، اون اعیان خارجی، اون کالاهایی که به وسیله او کسب صورت میگیره. خب کدوم احتمال قوی تره یا سزاوارتره؟ والاول و الیق به مقصود العلم، احتمال اول که منظور از متجر نفس تکسب و تجارت باشه، سزاوارتره به مقصود این علم، یعنی علم فقه. چرا؟ فان این فای تعلیله، فان الفقیه یبحث عن فعل المکلف، فقیه بحث میکنه از فعل مکلف، موضوع علم فقه فعل مکلفه. والاعیان متعلقات و فعله، اعیان خارجی متعلقاته، یعنی فعل مکلف به اونها تعلق میگیره، مستقیم موضوع مورد بحث فقه و فقیه نیست. خب البته مصنف احتیاط کرده و به هر دو اشاره کرده، و قد اشار المصنف الى الامرین معن، فعل الثانی به دومی که اون اعیان مورد تجارت باشه اشاره کرده، به تقسیم هل اول. چند صد دیگه خواهیم رسید که ینقسم موضوع التجاره الى محرم و مکروه و مباح. اینجا موضوع تجارت یعنی اون کالاهای مورد تجارت واقع شده، کالاهایی که به وسیله او تکسب صورت میگیره. و الى الاول اشاره کرده به اون احتمال اول که همون مصدر میمی بودن باشه، به قولهی اخیرن ثم تجارت انقسم و بنقسام احکام الخمسه. در پایان همین مبحث مصنف خواهد گفت که تجارت تقسیم میشه به انقسام احکام خمسه، یعنی واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام. ول مراد و بها هنا، مراد از این تجارت در اینجا فقط بیع نیست، اجاره هم هست، صلح هم هست، هبه هم هست، هر گونه معامله و عقدی که روی کالایی واقع میشه. مراد به تجارت در اینجا، در این بحث ما، در این کتاب، التکسب به ما هو اعم من البیع، کسب درآمد. حالا کسب درآمد از بیع و شرا یا از سایر عقود شرعی. خب میخواد اشکال کنه، وقتی مراد از تجارت شد اعم از بی، بعدن بعد از اینکه این مبحث تمام شد خواهیم رسید که ایشون فرمودن که الفصل الاول، بله، بعد از این محرمات و مکروهات، الفصل الاول عقد البیع، فصل اول رو اختصاص داده، این فصل اول بود. الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه. خب اگه فصل اول درباره تجارت صحبت میشه و تجارت اعم از بیعه، فصل ثانی نباید درباره عقد بیع و آدابش باشه؟ تصور میشه که مراد از فصل اولم بیعه، مراد از تجارتم صرفا بیعه. خب اگر فصل ثالث و رابع و خامس مثلا به اجاره و صلح و هبه اختصاص پیدا میکرد خوب بود، ولی ایشون فصل اول و تجارت صحبت کرده، فصل ثانی عقد بیع، بعدن بعد از کتاب المتاجر مثلا کتاب الاجاره، کتاب الهبه، کتاب الصلح،
بقیه عقود رو به عنوان کتاب مجزا آورده، اما عقد بیع رو به عنوان فصل ثانی این کتاب آورده. خب سزاوار بود که اگه مراد از تجارت مطلق تکسبه که همچنین هم هست، اول درباره تجارت صحبت بشه، بعدش بگه کتاب البیع، بعدن کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب الهبه. چون وقتی مراد از تجارت نفس تکسب و اعم از بیع بود، دیگه فرقی بین بیع و اجاره و صلح نیست که بیع را به عنوان فصل ثانی کتاب تجارت قرار بدیم، اما اجاره و صلح و بقیه عقود به عنوان کتاب مجزا. لذا بهتر بود که همونطوری که در کتاب دروسش انجام داده، اول کتاب و تجاره، بعدش کتاب البی، اجاره و هاکزا. لذا اشکال میکنه، میگه که فعقد البابه بعد از ذکر الاقسام للبیع خاصه، عقد البابه بعد از ذکر الاقسام للبیع خاصه غیر جید. این که مصنف بعد از ذکر اقسام، اقسام یعنی همون اقسام موضوع تجارت و احکام خود تجارت، بعد از اینکه این اقسام رو ذکر کرد، عقد کند باب را برای بیع فقط، یعنی بگه الفصل الثانی فی عقد البیع غیر جید، کار نیکویی نیست. خب پیشنهاد بدید چه کاری میکرد بهتر بود. و کان افرادها به کتابن ثم ذکر البیع فی کتابن که غیره مما یحصل به الاکتساب کما صنعف الدروس اولا. اگر افراد میکرد، افرادها یعنی افراد این اقسام، این احکام به کتابن، این اقسام و احکام بیع رو به طور جداگانه در کتابی قرار میداد، ثم سپس ذکر البیع فی کتاب، بعد از اینکه این اقسام رو گفت به عنوان کتاب تجارت، بعدش میفرمود کتاب البی که غیرهی، مانند غیر بی، از اون عقودی که حاصل میشود به وسیله او اکتساب، مثل کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب الهبه، کتاب الجعاله، کما اینکه کما صنعف دروس، همین کار رو خود مصنف قبل از لبه در دروس انجام داده، اونجا کارش بهتر بود. اگه اینجا هم اون کار رو میکرد، کان اولا، بهتر بود. خب و فیه فصولون، در این کتاب المتاجر چند تا فصله. فصل اول درباره تقسیم موضوع تجارت، کالاهایی که ما با سر و کار داریم، بعضی کالاها خرید و فروششون حرامه، بعضی کالاها خرید و فروششون مکروهه، و بقیه کالاها خرید و فروششون مباهه. حالا میتونیم بگیم تکسب به اونها حرام، مکروه، مباه، اجاره دادن هم همینطور، هبه هم همینطور. ما کالایی نداریم که خرید و فروش اون واجب باشه، ما کالایی نداریم که خرید و فروش اون مستحب باشه، تنها و تنها مباه داریم و مکروه داریم و حرام. بله تجارت واجب و مستحب داریم، بعدن میخونیم، تجارتی که متوقف از دادن نفقه واجب و نفقه ها بر او واجبه، تجارت برای توسعه بر ایال مستحبه، اما کالایی که موضوع تجارته، کالایی که خرید و فروشش واجب یا مستحب باشه ما نداریم، فقط مکروه و مباح و حرام. یعنی قسم موضوع تجارت، موضوع تجارت یعنی ما یکتسب به، اون چه که به وسیله او کسب صورت میگیره، و یبحث و فیها ان عوارضه لاحقت له، و بحث میشه در این کتاب تجارت از عوارضی که، احکامی که عارض میشه و ملحق میشه به اون موضوع، من حیث الحکم شرعی. یعنی در این کتاب بحث میکنیم که مثلا خمر چه احکامی روش عارض میشه، خرید و فروشش، نگهداریش، هبش، درست کردنش، چه حکمی داره از نظر شرعی. خب الا محرم و مکروه و مباح، خب چرا فقط تو این ستا و وجه الحصر، چرا فقط این ستا منحصر از این ستا و وجه الحصر فتلافه، وجه یعنی علت، خیلی جا تعبیر وجه در کتاب فقهی یعنی علت، علت حصر در این ستا اینه که خب میخواد حصر عقلی انجام بده، ان المکتسب به، اون کالایی که به وسیله او اکتساب انجام میگیره سه حالت داره، اما ایت تعلق به نهیون، یا نهی به او تعلق گرفته اولا، یا نهی به او تعلق نگرفته، و ثانی اون کالایی که نهی به تکسب به واسطه او تعلق نگرفته مباهه. مثلا در مورد میوه ها ما نهی نداریم که
خرید و فروش مثلا سیب، گلابی، پرتقال نهی شده باشه در آیات یا روایات، خب پس مباحه. ول اول اگه نهی تعلق گرفته، خب دو حالت داره، یا نهی به نحو نهی تحریمیه یا به نحو نهی تنزیهی و کراهتیه. فرقش چیه؟ نهی تحریمی مانع از نقیزه، اما نهی کراهتی مانع از نقیز نیست. وقتی میگه این کارو نکن، انجام دادنش هم اشکالی نداره، ولی نهی تحریم این کارو نکن منع از انجام دادنش هم میکنه. لذا فرموده ول اول اون کالایی که به تکسب به اون کالا نهی تعلق گرفته، اما ایکون نهی عنه مانع من النقیز، یا نهی به نحویه که مانع از نقیزه، یعنی این کار را انجام نده و انجام دادنش هم حرامه، اولا یا نه مانع از نقیز نیست، این کار را انجام نده، ولی انجامم دادی کار حرامی انجام نشده. ولی اول اگه مانع از نقیز باشه الحرام مثل خمر، و ثانی اگه مانع از نقیز نباشه میشه مکروه، میخونه مثل بیع کفن فرض کنیم. ولم یذکر الحکمین الاخرین، آخرین چرا دو حکم دیگر رو، یعنی الوجوب و الاستحباب رو ذکر نکرد؟ لأنهما چون وجوب و استحباب از عوارض تجارتن نه از عوارض موضوع تجارت، کما سیأتی فی اقسام تجارت که آخر این فصل خواهیم خوند. خب بریم سراغ تک تک این سه عنوان و مصادیق این سه عنوان. فل محرم یعنی اون کالاهایی که خرید و فروششون، اجارهشون، هبهشون حرامه. الاعیان و نجسه، اولیش اعیان نجسه است که برای اعیان نجسه چند تا مثال میزنن، این نجس همون ده عنوانی که در رساله های عملی هم ذکر میشه، چند تا مثال میزنه. کل خمر، مانند خمر، اصطلاحاً خمر به شرابی گفته میشه که از انگور گرفته بشه، لذا فرموده المتخذ من العنب، خمری که از انگور گرفته میشه. این المتخذ صفت توضیحیه نه احترازی، نه که دو جور خمر داریم، نه اصلا خمر به اون شرابی گفته میشه که از انگور گرفته بشه. و نبیذ، نبیذ به شرابی میگن که المتخذ من التمر، تمر از خرما گرفته بشه. و غیرها من الانبذه، سایر شرابها، کل بیت، بیت شرابی است که از عسل گرفته میشه. و المزر، مزر شرابی است که از گندم گرفته میشه. و الجع یا جع، هر سه تا ضبط شده، شرابی که از جو گرفته میشه. و الفزیخ، شرابی که از خرمای نرسیده گرفته میشه. و نقیع، از کشمش گرفته میشه. خلاصه و ضابطها المسکر، هی مثال نزنیم، ضابطه اون چیزی که خرید و فروشش حرامه در عنوان اول تحت خمر، المسکر، هر چیزی که مست کننده باشه. و الام یکون مایه، و هر چیزی که مایه نباشه، مثل حشیش که گرد ماننده، حشیش هم چون مست کننده است، مست کننده هم یعنی از انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه، مثل حشیش، حشیش هم خرید و فروشش حرامه، گرچه به خاطر مایع نبودن نجس نیست، ولی به خاطر مست کننده بودن بیع و شرائش حرامه. البته الام یفرز لها نفع آخر، اگر برای حشیشه نفع دیگری که حلال باشه فرض نشه. اگر حشیشه منافع حلال داشته باشه، مثل استفاده در منابع مثلا مصارف دارویی، پزشکی و امثال اینها، و به خاطر اون منفعت حلال هم فروخته بشه نه به خاطر کشیدن، اشکالی نداره. حشیشه وقتی حرامه که لم یفرز لها نفع آخر، برای اون نفع دیگری فرض نشه. و قصد به بیعها المنفعت المحلله، و قصد نشه به بیع او، این قصد عطف بر یفرزه، یعنی نفع سرش در میاد، در دو صورت حرامه، فرض نداشته باشه نفع دیگری، یا اگه نفع دیگری داره قصد نشده باشه به بیع اون حشیشه اون منفعت حلال، ولی اگر نفع حلال داره و به خاطر اون منفعت حلال فروخته میشه اشکالی نداره. ول فقا، فقا یعنی آبجو. و الم یکن مسکرن، حتی اگه مست کن، اگرچه مست کننده نیست، اون مستی شدیدی که انسان رو از حالت طبیعی خارج کنه نمیاره، ولی یه حالت رخوت و سستی و بیحالی میاره. لذا در روایت اومده که لأنه خمرون استسقره الناس، فقا هم خمره،
از مصادیق خمره، منتها مردم او رو کوچیک شمردن، خمر به حساب نیاوردن و مصرف میکنن. لذا ممکنه کسی که از خمر احتراز میکنه از مصرف و خوردن فقاع ابایی نداشته باشه، در حالی که خود فقاع هم حرامه. ول ماء اون نجس، مایع نجس غیر قابل طهارت داره چی؟ ول ماء این نجس، اینا همش مصادیق اون اعیان نجس است. مایع نجس وقت آبه، آب نجس شده، آب نجس رو میشه تطهیر کرد، یه شلنگ کلبش وصل میکنیم، بارون روش میاد پاک میشه. اما مثلا نفت نجس، روغن نجس، اگر قائل بشیم که قابل تطهیر نیست، کما هو احد الاقوال در کتاب الطهاره، خرید و فروشش هم جایز نیست. مایع نجسی که قابل طهارت نیست، حالا یا به خاطر اینکه نجاست او ذاتیه، چرا قابل طهارت نیست، یا به خاطر اینکه عین نجسه، مثل الیات المیته، دنبه، خدمت شما عرض کنم که گوسفند مرده، خب مرداره، یا المبانت من الحی، دنبه‌ای که از گوسفند زنده جدا بشه، بازم نجسه و مردار محسوب میشه، کما اینکه در کتاب طهاره خوندید. او عرضیه، گاهی نجاست مایه عرضیه، کما لو وقع فی نجاسه، مثلا در نفت، در روغن نجاستی واقع شد، قطره خون یا ادراری ریخ، و قلنا به عدم قبول طهاره، و ما قائل شدیم در کتاب طهاره که مایه مثلا مضاف نجس قابل تطهیر نیست، کما هو اصح القولین، چون یه قول میگفت قابل تطهیره، طبق اون قول بیعش هم اشکالی نداره. فی غیر الماء النجس، در ماء نجس چون همه میگن قابل تطهیره، بیعش هم اشکال نداره. البته اینجا محل اشکال هست، شما نفت نجس غرض از فروختن نفت که خوردن نیست، یا مثلا روغن نجس خواهیم رسید، مثلا برای مصارف سوختی اون نباید اشکال داشته باشه، کما اینکه اشاره میکنیم بدن بشه. الا دهن به جمعی اصناف روغن، به همه اصناف روغن، روغن حیوانی، روغن نباتی، روغن دنبه، روغن زیتون، همه اینها خرید و فروشش جایزه، منتها لزوع، برای روشنایی، برای مصارف سوختی که قبلا تو چراغ‌ها به جای مثلا نفت و بنزین روغن بریختن، اونم تحت سما. مشهور فرمودن که مصارف سوختی هم زیر سقف حرامه، باید در فضای باز و زیر آسمان باشه، لذا میگه تحت سما لا تحت زلال. زلال جمع زله، اما زلال یعنی سقف، زلال مفرده، زیر سقف، زیر سایبان باشه حرامه. فیلم مشهور، البته این نظر مشهوره، شهید ثانی نظر دیگری دارن، میفرمان و نصوص مطلقه، نصوص مطلقه، روایت مطلقه، گفته که خرید و فروش روغن نجس برای زو اشکال نداره، مقید به تحت سقف یا سما بودن نیست. ف چون نصوص مطلقه، فجوازه مطلقا متجه، ما قائل بشیم به جایز بودن بیع دهن برای زو به نحو مطلق، چه زیر آسمان چه زیر سقف و سایبان، این بهتره، متجه یعنی وجیهه. ولی اختصاص و بالمشهور، خب حالا اگرم بخوایم مقید باشیم به قول مشهور، بگیم زیر آسمان فقط حلاله، زیر سقف و سایبان جایز نیست، دیگه دنبال علتش نباشید، این صرفا یک حکم تعبدیه که ناشی شده از یک روایت مرسله. بعضی خواستن علت بتراشن برای قول مشهور، در این کار موفق نبودن به نظر شهید ثانی. لذا می فرماد ولی اختصاص و بالمشهور، اگر ما هم اختصاص بدیم جواز بیع دهن را به همونی که مشهور گفتن، یعنی تحت سما نه تحت زلال، تعبدون، یک امر تعبدیه، لا لنجاست دخانه. بعضی گفتن چون دود روغن نجس، دود حاصل از سوختن روغن نجس نجسه، و این دود میره بالا و سقف رو نجس میکنه، از این بابه که مشهور گفتن استفاده از روغن نجس زیر سقف حرامه. ایشون میگه نه، اولا که فإن دخان النجس عندنا طاهر، به نظر ما دود حاصل از مایع نجس پاکه، چرا؟ لاستحالته، چون دیگه استحاله شده، و یکی از مطهرات هم خوندیم استحاله بود. وقد یعلل، بعض گفتن نه بابا، درسته که دود استحاله شده، اما همراه این دود ذرات سبک و ریز روغن نجس
میره بالا و به سقف میرسه و سقف رو نجس میکنه. میگه اولا کی گفته همراه این دود ذرات مایع هست؟ شک هم بکنیم اصل عدمشه. ثانیاً برفر ذرات روغن مایع به خاطر سخونت و حرارت و گرم شدن با این دود بره بالا به سقف بخوره، سقف نجس بشه. مگه سقف نجس کردن سقف حرامه که چیزی که لازمش این حرام باشه حرام میشه؟ نه، مالکش سقف حق داره که و اجازه داره که سقف خونه‌شو نجس بکنه و این کار حرامی نیست که مقدمه حرامم حرام باشه. و قد یعلل، بعضیا علت آوردن برای این حرمت روشنایی روغن نجس زیر سقف، به تصاعد شیء من اجزائه، به این علت آوردن که به این که با به بالا رفتن مقداری از اجزای اون روغن با دخان. چرا؟ قبل احالت نار، قبل از اینکه نار اون اجزای ریزو احاله کنه، قبل از اینکه اون اجزای ریز استحاله بشن و تبدیل به دود بشن، همراه با دود میرن بالا به سبب سخونه. آقا اجزای روغن مایع، مایع که بالا نمیره، نه میگه چون ریزه و گرم شده میره بالا. این به سبب متعلق به تصاعد باشه. الا ان یلقى الظلال، میره بالا تا ملاقات میکنه با اون سقف. فتتأثر به نجاست، اون سقف به واسطه نجاست این شیء من اجزائه تحت تأثیر واقع میشه و نجس میشه. ایشون اشکال میکنه و فیه عدم و صلاحیتهی مع تسلیمهی للمن. اولا مع تسلیمهی، اولا سلمنا که با این دخان اجزای ریز روغن بره بالا، این معلوم نیست. مع تسلیمهی عدم و صلاحیتهی للمن، این بالا رفتن اجزا و ملاقات کردن با سقف صلاحیت نداره برای منع و حرمت استفاده از روغن نجس برای روشنایی. چرا؟ لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم. یه وقت شما سقف خانه مردم رو نجس میکنه، خب حرامه از باب غصب، اما مالک عین تنجیس کند لها خود عین را، غیر محرم، حرام نیست که مقدمه او که روشن کردن چراغ به وسیله دهن متنجس زیر سقف باشه حرام باشه. البته والمراد از دهن نجس و بالعرض، مراد از این دهنی که استثناء شده برای زوم دهن متنجس است، نه دهن نجس. از دهن نجس و بالعرض، دهنی که بالعرض نجس شده، مانند زیت، روغن زیتونی که تموت و فیه الفعره، یه موشی توش مرده، یا نحوه، خونی توش ریخته، ادراری توش ریخته، لا بزاد، نه اون روغنی که بزاد نجسه، مثل علیت المیته، دنبه گوسفند مرده. چرا؟ فإن استعماله محرم مطلقا، استفاده از مردار و اجزاء مردار مطلقا حرامه. چرا مطلقا حرامه؟ چون نهی شده از استفادهش به نحو مطلق، کذاره در استفاده از میته به نحو مطلق. پس وقتی مطلقا حرام شد، حتی برای روشنایی زیر آسمانم استفاده از او جایز نیست. البته این بحث مفصل دیگه در مکاسب خواهید خوند. ول میته، میته مخفف میته هست، میته مستره، مات میته تن جاهلیه برواز فعله، اما این میته مخفف میته هست، مردار. این عطف بر همون خمره. دیگر از اعیان نجسی که بیعش حرامه المیته مردار و اجزاء هلتی تحلها الحیات، اجزایی از مردار که روح داره، حیات در روح حلول کرده. دونم حالا تحلو، پشم و مو و احیانا ناخن و شاخ و اینها که حلال در اون حیات در اونها حلول نکرده، خرید و فروش اونها اشکالی نداره. علامت چه اینه که اگه وقتی زنده بود قطع میکردیم دردش نمیگرفت. البته مع طهارت اصله، اجزاء مالا تحلو الحیات به شرطی پاکند و خرید و فروششون جایزه که از سگ و خنزیر نباشن، اصلش پاک باشه، مثل گوسفندی، گاوی، شتری. و دم، خرید و فروش خونم حرامه. و این فرض لها نفع اون حکمی، اگرچه یک نفع فرضی، منظور از حکمی یعنی چیزی که نفعی که خیلی قابل اعتنا نیست، مانند سبق. سبق یعنی رنگامیزی. درسته که رنگامیزی مهمه، اما رنگامیزی با خون خیلی ثابت باقی نمیمونه،
آب بریزه روش، بارون بیاد از بین میره. خیلی به صرفه تره که با رنگهای طبیعی یا مصنوعی رنگ آمیزی بشه. میشه با خون هم رنگ قرمز زد به دیوار، اما این فایده اغلبش اعتنایی نمی کنن. و ارواسه و ابواله غیر المعقول. ارواس جمع روس یعنی فضل مدفوع، و ابواب و ادرار حیوانات غیر معقول، یعنی حیوانات حرامگوش. خرید فروش اینا هم حرامه. و این فرز الله هما نفع، اگر چه نفعی داشته باشه، ممکنه منافع نادری داشته باشه، مثلا در پزشکی. اما هما مما یؤکل لحم فیجوز مطلقا. اما فضله و ادرار معکول لحم، گوسفند، گاو، شتر، مطلقا جایزه. لطهارته هما، چون پاکن. مطلقا یعنی چه بول ابل چه بول غیر ابل، مقابل اون قیله، چون اینا هم پاکن هم منافعی دارن، مخصوصا ارواز که در کود براش استفاده میشه و منافع مهم میداره. و قیله، اما بعضی ها قائل شدن بالمنع مطلقا. مطلقا خرید و فروش روس و بوله، حتی معکول اللحم، مطلقا یعنی چه معکول اللحم نباشه چه باشه، حتی گوسفند و گاو هم حرامه. فقط یه استثناء کردن به خاطر بعضی از روایات، الا بول الابل، مگر ادرار شتر، للاستشفا، برای طلب درمان. برای بعضی از بیماری ها گفتن مثل کبد، بول ابل به عنوان درمان به کار میاد. ول خنزیر ول کلب، دیگر از اعیان نجسه‌ای که بیعشون حرامه، خنزیر خوک و کلب سگ. البریان، سگ و خوک خشکی، چون ما سگ و خوک دریایی هم داریم، اونها پاکن. سگ و خوک خشکی که همون که رایج و متعارفه. مطلقا، مطلقا یعنی چه خودشون چه اجزایشون، حتی اجزای مالا تحله الحیاتشون هم نجسه و در نتیجه خرید و فروششون حرامه. الا چهار تا سگ استثناء شده. این الا استثنای از نجاست نیست، استثنای از حرمت بیعه. این چهار تا سگ هم نجسن، اما بیعشون اشکالی نداره. این چهار تا کی هم؟ الا کلب السید و الماشیت و الزرع و الحائط. کلب السید یعنی سگ شکاری، کلب الماشیه، ماشیه یعنی گله، یا شاید درستش گله باشه، سگ گله، سگی که محافظ گله گوسفنده مثلا، و زر، سگی که محافظ زراعته، ول حائط، حائط یعنی جایی که دورش دیوار باشه، حالا خانه یا باغ، سگی که محافظ خانه است، نگهبان باغ. حائط مثل بستان، مثل باغ، شامل خانه هم ممکنه بشه. خب آیا فقط این چهار سگ اگه بالغ باشن و این کارایی ها رو داشته باشن استثناء شدن؟ میگه نه. ول جرو القابل للتعلیم، جرو یعنی طول سگ، طول سگی که قابل تعلیمه، یعنی میتونه به صورت یکی از این چهار سگ در بیاد، خرید و فروش اونم جایزه. میخریم تا به او تعلیم بدیم نگهبانی رو، حالا نگهبانی زراعت، خدمت باغ، گله، یا به او یاد بدیم سید کردن رو تا در آینده تبدیل بشه به سگ سید. ولو خرجت، بحث دیگری است که آیا اگر این عناوین از این سگها زائل بشه باز هم بیعشون جائز است یا نه، که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه رشته علمی درباره نحوه و روش استدلال فقهی و رسیدن به احکام شرعی معتبر است. در این علم به این بحث پرداخته می شود که روش صحیح دستیابی به احکام فقهی با استفاده از منابع شرعی کدام است و چگونه می توان از منابع فقهی احکام شرعی را استنباط نمود. در واقع اصول فقه مقدمه و ابزار دانش فقه است. کتاب اصول الفقه تألیف مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا مظفر یکی از کتاب‌های ارزشمند اصولی است که در حوزه‌های علمیه به عنوان کتاب درسی تدریس می‌گردد. این کتاب در بردارنده
قواعد و اصولی است که اساس بحث در عصر حاضر بوده و سزاوار است طالبان علم با مطالعه این کتاب آماده ورود به درس‌های عالی گردند. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی از خدا میخواستم که توفیق نصیب بشه بتونیم در این سفره فرش شده مقدمات معارف اهل بیت علیهم السلام سهیم و شریک باشیم. به حمد الله این توفیق نصیب شد. در کربلای محلا این مباحث رو خدمتتون تقدیم میکنم. مباحث ملازمات عقلیه از کتاب اصول مظفر. دستبندی که مرحوم مظفر در مباحث اصول داشتن و در مقدمه کتابشون فرمودن این بود که ما ابتدا یک سری مقدمات ما به صورت مبادی طرح میکنیم، بعد وارد مباحث الفاظ میشیم. مباحث الفاظ سغرای برای بحث حجیت درست میکنه. یعنی ما در مباحث الفاظ یاد گرفتیم صیغه امر ظاهر در وجوبه، صیغه نهی ظاهر در حرمته و بقیه مباحث. خب این صغرا میشه، این نتایجی که ما گرفتیم برای کبرایی که در مباحث حجیت خواهیم داشت. در مباحث حجیت مثلا ثابت میکنیم که ظاهر قرآنی حجته، فعل امر ظاهر در وجوبه ثابت شد، در بحث سوم ثابت خواهد شد که ظاهر قرآن حجته. نتیجه میگیریم اگر یک جا خداوند امر فرموده این امر حجت است در وجوب. این وسط بحث دوم مباحث ملازمات عقلیه، شبیه مبحث قبله، اما فرقش اینه در بحث قبل ما سراغ عرف میگشتیم. ما میبینیم که عرف مردم این کلمه رو در چه معنایی ظاهر میبینن، اگر عامی رو دیدن و خاصی رو دیدن چطور با اینا معامله میکنن، مجمل و مبین چگونه خواهد شد. اما در این مباحث بحث در عرفیات نیست، بحث در عقلیاته. یعنی میخوام ببینیم مردم با توجه به عقلشون چگونه درک خواهند کرد. مثلا آیا درک میکنن که عدل حسن است و ظلم قبیح است؟ بعد از آنی که اینو درک کردن آیا درک میکنن که اگر چیزی را عقل حسن دید شارع هم باید به او دستور بدهد و او را واجب بکند؟ آیا این چنین ملازمه رو هم عقل میبینه یا نه؟ پس اگر در این بحث تونستیم ثابت بکنیم که عقل حسن و قبح اشیاء را درک میکند، بعد ثابت کردیم که ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، هر دوی اینها را عقل درک کرد، نتیجه ای که از این مقدمات میگیریم این است که عقل حکم کرده است باید مقدمه، عقل حکم کرده است باید مقدمه ی واجب، مثلا واجب باشد شرعن. در بحث حجیت میگیم حکم عقل حجت است، عقل اینجا حکم کرد. در بحث سوم هم حکم عقل رو میگیم حجت است، نتیجه میگیریم یه حکم شرعی، پس مقدمه واجب واجب است شرعاً، هرچند هیچ آیه و حدیثی هم نداشته باشه. پس یا با آیه و حدیث و بحث ظواهر ثابتش میکنیم یا با حکم عقل. البته خیلی کم از اون مقدار احکامی که ما میخوایم از طریق عقل ثابتش بکنیم، بیشتر احکام از طریق آیات و روایات ثابت میشه، بیشتری که مقدارش بسیار البته زیادم هست. بعد از این مقدمه کوتاهی که محضر شما بزرگواران تقدیم شد وارد فرمایش ایشون میشم. ایشون میفرماد تمهیدون،
میخوایم تو این مقدمه قبل از اینکه وارد بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه و کلن مباحث ملازمات عقلیه بشیم، میخوایم یه مطلبی رو خدمتون بگیم و اون این هست که جایگاه این مباحث روشن بشه. ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله میخوایم ببینیم که آیا عقل اونچه را که درک میکنه اعتبار داره یا نه. بحث حجیت حکم عقله. اینجاش اینجا نیست، مبحث سومه. یکی میخوایم ببینیم آیا ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، که در بحث مستقلات و غیر مستقلات هر دو این بحث میاد. این کلمات اگر یه مقدار هنوز نامفهوم هست انشاءالله کاملا براتون شرح خواهیم داد. و آیا میخوایم ببینیم عقل میتونه درک بکنه حسن و قبح اشیاء رو یا نه. در بحث مستقلات عقلیه هر دوی اینا بحث میشه، در بحث غیر مستقلات عقلیه ملزمات عقلیه. پس دو تا بحث پشت سر هم، یکی میشه صغرا، دومی میشه کبرا. بحث صغرا این است که آیا عقل حکم میکند یا نه. بحث کبرا این است که آیا حکم عقل حجت است یا نه. بحث کبرا اینجا جاش نیست، مبحث سوم که بعد از این مباحث عقل و ملازمات عقلیه ایشون بحثی رو شروع خواهند کرد در حجیت حجج. خبر واحد حجت است، اجماع حجت است، یکیش هم حکم عقل حجت است، که بیان ببینیم اینهایی که ما میتونیم بهشون احتجاج بکنیم بر احکام شرعیه، احکام شرعیه رو از توش بیرون بکشیم، چون علم اصول اینه خاصیتش دیگه. ما با کمک علم اصول، با کمک این قواعد میخوایم احکام شرعی استنباط بکنیم. علم اصول آخرین مقدمه قبل از استنباط احکام شرعیه. ادبیات، صرف، نحو، معانی بیان، همه اینا رو که خوندید به کمک علم اصول میتونید فقیه مجتهد احکام رو از ادله استخراج بکنه و استنباط بکنه. بحث ملازمات عقلی این کمک رو به ما میکنه که تشخیص بدیم صغرای احکام عقلی کجاست، کجاها هست که احکام از عقل صادر میشه، تا ببینیم بعد اینها حجت هستن یا حجت نیستن. این مقدار عبارت آقای مظفر رو ببینیم تا انشالله کم کم با عنوان این مباحث آشنا بشیم. بحث ملازمات عقلی یه جورایی از مباحث قبل بیشتر فکر و تأمل میخواد. چرا؟ چون وقتی اسم شد مباحث عقل، در مباحث عقلی توجه و التفات بیشتری میخواد. مباحث الفاظ مباحث عرفیه بود. از زمانی که ما با الفاظ آشنا شدیم در بچگی مبتلا بودیم به اینکه این کلمه عام، این کلمه مطلقه، حالا ولو اصطلاحاتش بلد نبودیم اما میدونستیم ظهورات چیه. وقتی کسی امر میکنه این امر دستوره، اگر از عالی باشه بدانی فرض واجبه باید انجام داد و بقیه صحبت ها. اما این مباحثی که مباحث خاصه، تخصصیه، تأمل بیشتری میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون، تمهید از مهده، از آماده کردن، از آماده شدن برای اصل بحث استفاده میشه. این کلمه کلمی است که انسان برای مقدمه بحث، برای شروع بحث ازش استفاده میکنه. میخوایم شما رو آماده کنیم برای بحث اصلی. اما قبل از آن که اصل بحث رو شما متوجه بشید که میخوایم چی بگیم، یه مقدمه لازمه. بله، تمهید همون مقدمه است، اما یه مقدار امتیازاتی هست. تو لغت عربی گاهی قد 3-4 کلمه یه معنا رو میرسونه، اما هر کلمه یک خصوصیتی داره، به غیر از اینکه جمال زیباییه که انسان از کلمات مختلف استفاده بکنه مترادف، یه خصوصیاتی هم درش هست. تمهیدون یعنی این مقدمه، مقدمه‌ای نیست که لازم باشه برای بحث، نه، ولی شما رو آماده میکنه برای آشنا شدن با مباحثی که در پیش داریم. من الادله علی الحکم الشرعی عند الاصولیین، از جمله ادله ای که بر احکام شرعیه، ما دنبال دلیل بر حکم شرعی هستیم. از جمله ادله در نزد اصولیین امامیه عقل است. میدونید امامیه یعنی شیعه اثنی عشری، به ما میگن امامیه در مقابل مذاهب دیگه. مذاهب چون بحث عقلیه دیگه با عرض شود حنبلی و شافعی و مالکی اینا کار نداریم، اونا مذاهب فقهیه، ما با مذاهب اعتقادی و فکریشون کار داریم، مثل اشعری، معتزلی. امامیه در مقابل معتزلی و اشعری که اسم دیگه شون عدلیه است، امامیه و عدلیه دو دستن، بعضیشون اخباری مسلکن، بعضیشون اصولی مسلکن. اصولی های فقهای شیعه فرقشون با اخباری ها این هست، اخباری ها اجمالاً و سربسته عقل رو قبول ندارن، یا کلاً قبول ندارن، یا فی الجمله قبول ندارن اجمالاً در استنباط احکام شرعی. اما اصولی ها عقل را مثل کتاب و سنت و اجماع یک دلیل معتبر بر احکام شرعیه میدونن. پس اصولی ها مقابل اخباری ها، امامیه همون عدلیه مقابل بقیه مذاهب اسلامی، اونها عقل را حجت میدانن.
از ادله می دانند. اذ یذکرون، چون علمای اصول می گویند ان الادلت علی الاحکام الشرعیت الفرعیت اربعتون، می گویند احکام شرعیه فرعیه ادلش 4 تاست. خب بذارید با این کلماتم آشنا بشیم، اگر چه کم و بیش آشنا هستید. احکام شرعیه، احکام یعنی همون دستورات، هم واجبات و محرمات. واجبات و محرمات گاهی اوقات شرعیه، گاهی اوقات اعتقادیه، گاهی اوقات در ابواب دیگه است. ما فعلا با احکام شرعی کار داریم، با واجبات اعتقادی و اخلاقی کاری نداریم. اعتقاد به خدای وحده لا شریک له یکی از واجبات، از احکام اعتقادی است، نه از احکام شرعیه. از احکام شرعیه فرعیه، فرعیه مقابل اصولیه. خبر واحد حجت است، اینم یجب العمل است، واجب است به خبر واحد عمل کنیم، اینم یه حکمه، اما حکمی است مربوط به علم اصول، نه مربوط به فقه. پس احکام شرعیه فرعیه یعنی همینی که تو توضیح المسائل، یعنی همینی که تکالیف ماست، از واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات و مباحات. احکام شرعیه فرعیه 4 تاست، ادلش ها کتاب، سنت، اجماع، عقل. کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی روایات، اجماع هم یعنی اتفاق همه فقها، و عقل. هر یک از این 4 تا که در جای خودش توضیح کامل داده شده و خواهد شد، اصلش بعد از اینه. منظور از کتاب یعنی ظواهر قرآن، نصوص قرآن، سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اجماع یعنی اتفاق کل فی الکل، همه یک نفر مخالف، علمای یک اصل، اعصار مختلف. عقل کدوم عقل؟ عقل ضروری، عقل نظری و عقل مستقل، عقل غیر مستقل، ملازمه، غیر ملازمه، مستقلات، غیر مستقلات. اجمالاً 4 تا دلیل مال بر احکام شرعیه داریم. و سیأتی فی مباحث الحجه و حجیت العقل، قرآن حجته واضحه، سنت روایات حجته واضحه، اجماع حجته. حالا شاید یکی بگه بر من واضح نیست، آخه جاش نیست الان شرح بدم، فقط یه اشاره میکنم. قرآن حجته چون معجزه پیغمبره، چون یقیناً حرف خداست و هیچ کم و زیادی درش نیست. سنت حجته برای خاطر اینکه از طریق معتبر فرمایشات معصوم به ما رسیده، فرمایش معصوم حجته. اجماع چون اگر همه علما یک مطلبی رو گفته باشن، این کشف میکنه یقیناً که یکی از اونها معصوم بوده. حالا توضیحش در جای خودش. عقل چون منظور ما از عقل، عقل قطعیه، اگر عقل به قطع و یقین به حکمی رسید، یقین و قطع دیگه حجتش ذاتیه و مال خودشه. حالا عقل چرا حجت؟ انشاءالله پس در جای خودش مفصل خواهد اومد در مبحث سوم. اما هنا اینجا چیکار میخواییم بکنیم در این مبحث؟ فإنما یبحثو عن تشخیص صغریات ما یحکم به العقل. ما در اینجا میخواییم برای شما بحث بکنیم از تشخیص، میخواییم پیدا کنیم صغریات. صغرا کبرا، نتیجه کبرا ملازمه است، بعدش نتیجه میاد، یا کبرا حجیت، بعدش حکم شرعی میاد. صغراها رو میخوایم پیدا کنیم. شبیه بحث الفاظ، تو بحث الفاظ چیکار کردیم؟ صغراها رو پیدا کردیم. امر ظاهر در وجوبه، نهی ظاهر در حرمته، اینا میشه صغرا. کبراش میشه ظواهر قرآن حجت است، نتیجه میگیریم حکم شرعی را. اینجا میخوایم بحث بکنیم از تشخیص صغریات ما یحکم بالعقل. اونایی که عقل حکم میکنه اونا کدوماست؟ المفروض انه حجت. تا کبرا بیاد روش فرض اینه که حجت هم هست، چون اگه حجت نباشه به چه درد میخوره بحث؟ ایبحثو هنا عن مصادیق احکام العقل. به عبارت دیگر اینجا میخوایم از چی بحث بکنیم؟ از مصادیق احکام عقل. مصداق یعنی افراد خارجی. عقل کجاها حکم داره؟ اینجا، 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 این 5 تا، این 10 تا مصداق و افراد حکم عقل رو برمی‌داریم، بعد ثابت می‌کنیم حجت است، حکم شرعی ازش بیرون میاریم. می‌خوایم اون جاهایی که عقل حکم داره به شما نشون بدیم. الذی هو دلیل علی الحکم الشرعی، می‌خوایم برای شما پیدا کنیم مصداقای حکم عقل. عقل چه ربطی به شرع داره؟ نه، هر عقلی، الذی، اون عقلی که هو دلیل علی الحکم الشرعی، کاشف از حکم خداست. ما با عقل تو اصول دین فعلا کاری نداریم، ما عقلی رو کار داریم که میخوایم ازش حکم شرعی بیرون بکشیم. و هذا، پس دنبال صغرهای حکم عقلیم برای استنباط حکم شرعی. و هذا، این مبحث نظیر البحث فی المقصد الاول، کاملا این بحث مقصد قبل از اینه. ما الان مقصد دومیم، مقصد اول. قسم اول بحث در چی بود؟ مباحث الالفاظ. دنبال چی میگشتیم؟ بحث میکردیم عن مصادیق اصالت الظهور، دنبال مصداقها افراد اصالت الظهور میگشتیم. اصالت الظهور یعنی این کلمه ظاهر در چه معنایی است؟ کلمه اسد حقیقت ظاهر در معنای حقیقی است، کلمه العلماء عام ظاهر در عمومه، کلمه افعل ظاهر در وجوب
اینا صغرا درست کرد، این صغرا ها رو بردیم تو مبحث بعد، التی هی حجه، ثابت کردیم، ثابت خواهیم کردنی که اصالت و ظهور حجته. پس تو این مقصد اول یک دسته صغرا براتون درست کردیم، تو این مقصد دوم هم یه سری صغرا میخواییم براتون درست کنیم، تا در مقصد سوم این کتاب که مباحث حجت هست با کمک این صغراها و این کبرا نتیجه بگیریم، احکام شرعیه را بتونیم، حکم شرعی را از عقل، کتاب، سنت، اجماع بیرون بکشیم، کاری که یک مجتهد انجام میده. البته این خلاصه ای از اصول، اصول مفصل تر از اینه، در رسائل مباحث حجت بیشتر خونده میشه، کتابی که بعد از این خونده میشه و بعد از رسائل کفایه است که البته نویسنده کفایه قبل از مرحوم مظفر بوده، ایشون تو این کتاب خیلی به رسائل و کفایه تو مباحث مختلف نگاه میکنه و نظر داره مباحثش، اما این اجمالا مباحث علم اصوله. تو درس خارج دو تا مبحث مفصل طرح میشه، مباحث فقهی، استنباطات احکام شرعیه، نظرات، بحث و گفتگو، دوم اصول، صرف و نحو و رجال، اینا دیگه خیلی تو درس خارج خیلی مورد بحث نیست، پنبه‌هاشو قبل زدن فقها، میان در درس خارج و اصول همین مباحث رو طرح میکنن، استدلالی، برهانی و نظرات ذکر میشه. اصول بسیار مقدمه قوی و مورد نیازه در استنباط احکام شرعیه. مثلا بیاییم بحث میکنیم که آیا واقعا فعل امر ظاهر در وجوبه یا نه، اگه نتونستیم این رو ثابت بکنیم، خب تمام این عواملی که هست یا مجمل میشه یا ظاهر در استحباب میشه اگه در موردی شک کردیم. خب ثابت کردیم امر ظاهر در وجوبه، اینجا اومدیم ثابت کردیم مستقلات عقلیه، ملازمه عقلیه، تمام شد. میایم در بحث حجیت بیایم ثابت بکنیم در بحث با اخباری ها آیا حکم عقل حجت یا حجت نیست، این دوتا رو کنار هم بگذاریم استنباط احکام شرعیه بکنیم. پس در درجه اهمیت بسیار بالایی هست مصادیق اصالت ظهور را که حجت است. و حجیتها انما یبحث عنها فی مباحث الحجه، اما اینکه این مباحث یعنی احکام عقلیه ظهورات حجت است یا نه، انما این است و جزی نیست. و حجیتها یعنی حجیت احکام عقل، حجیت مباحث الفاظ، این است وجودی نیست، بحث می شود از این حجیت در مباحث حجت، فعلا بحث از حجیت به اعتبارش نداریم. به عبارت دیگه بذار براتون توضیح بدیم، و توضیح ذلك ان هنا مسئلتين، اینجا دو تا مسئله داریم، اولیش مال اینجا نیست بعد میاد، دومیش مال اینجاست. اولیش کدومه؟ انه اذا حكم العقل على شيء انه حسن شرعا، اگر عقل حکم کرد که مثلا عدل حسن از شرعن، من عقل تشخیص میدهم که شارع باید بگوید عدل واجب است، او یلزم و فعله شرعن، حالا حسن اون شرعن یعنی چی؟ ان شاء الله خواهیم گفت معنای حکم عقلی، معنای حسن عقلی اینه، یعنی فعلش لازم است شرعن، شرعن من عقل تشخیص میدهم شرع، بله خواهیم گفت عقل میتواند تشخیص دهد که شرع باید اینجا دستور دهد، او یحکم على شیء انه قبیح شرعا، یحکم عقل حکم میکند بر چیزی مثل ظلم که قبیح است عقلا که خب میدونه داره به شرع نسبت میده، یعنی همون ملازمه، من عقل تشخیص میدهم که ظلم قبیح است، شرع هم بر اساس همین عقلی که در اختیار من هست حکم میکند که قبیح است، خب قبیح شرعا یعنی چی؟ یعنی یلزم و ترکه، باید ترک بشه، یعنی حرام است، او یلزم و ترکه شرعا به ای طرق، به ای طریق من الطرق التي سیأتی بیانها. حالا این حکم عقل از کجا، عقل از کجا میفهمه این خوبه یا این بده؟ مفصله، ایشالا در مباحث بعدی خواهیم گفت، از هر راهی، از راههایی که ایشالا بیانش و شرحش خواهد آمد که عقل تشخیص میدهد که این کار خوب است باید بشود، این کار بد است نباید بشود. عقل دریافتاش از راههای مختلفه، گاهی اوقات از طریق انفعالات نفسانیه، گاهی اوقات قضیه است که همه عقلا تشخیصش میدن، گاهی اوقات از قضایای خلق انسانیه و جزئیاتی که ایشالا بعد خواهد آمد. خب حالا عقلی همچه حکمی داره، هل یثبت به هذا الحکم العقلی حکم الشرع، آیا با این تشخیص عقلی که شرع باید حکم بکند شرع حکمش ثابت میشه؟ حالا عقل داره میگه شرع هم ثابت میشه واقعا یا نه؟ هل یثبت به هذا الحکم العقلی حکم الشرع، بیشتر توضیح بدیم، ای انه من حکم العقل هذا، از اینی که عقل فهمید شرعا باید این کار انجام بشه، شرعا این کار نباید انجام بشه، هل هذا من هذا یستکشف ان الشارع واقعا قد حکم بذلک، کشف میکنیم که شارع هم در واقع بر اساس این چه که عقل تشخیص داده حکم کرده. آقا شما عقل
دسترسی به شرع مقدس نداری، مال تو را رب الارباب، فاصله بین تو یه عقل خاکی با خالق هستی خیلی زیاده. میگه درست فاصله زیاده، اما آینه آینه است. اونی که در اختیار من خدا قرار داده، همون در اختیار اون ملاک تشخیص، همون ملاک تشخیصی است که در نزد شارع مقدس هست. وقتی من تشخیص دادم عدل حسن است و باید بشود، شارع هم میداند که باید بشود، پس باید بر اساس او حکم کند. باید که میگیم ها، نه اینکه میخوایم چیزی به گردن شارع بگذاریم. بنده کی هست که تکلیف تعیین کنه برای شارع مقدس؟ نه، قضایای عقلی قضای تشخیصه، میفهمه درک میکنه که باید این چنین باشه. انشالله یواشاش خواهد اومد. ما میگیم عدل حسنه، ما برخلاف اشعری ها میگیم خدا محال است روز قیامت قبیح انجام دهد. یعنی چی؟ یعنی انسان مؤمن را عذاب کند، انسان فاسق را مشمول رحمتش بکنه و بهشت ببره. برعکس این محاله. محاله نمیخوایم تعیین تکلیف برای شارع بکنیم، این چنین هست و این واقعی است که ما از او داریم خبر میدیم. ای انه من حکم العقل هل یستکشف، از این حکم عقلی آیا کشف میشود که شارع در واقع حکم کرده است بر اساس این چه که عقل گفته به ذالک، یعنی به این حکم عقلی، یا نه؟ و مرجع ذالک، میدونید برگشت این حرف به چیه؟ مرجع یعنی برگشت، الا برگشتش به این است که ان حکم العقل هذا هل هو حجت او لا، این که آیا عقل هم تشخیص داد شارع هم حکم کنه یا نه، یعنی آیا حکم عقل حجته یا نه. اگه گفتیم حکم عقل حجته، یعنی بر اساس او شارع حکم میکند. اگه گفتیم حکم عقل حجت نیست، یعنی بر اساس او شارع حکم نمیکند. آیا حکم عقل حجت است یا نه؟ و هذا البحث، این بحث حجت است یا نه؟ فهمیدیم مال کجاست؟ مال بعد از اینه. کما قلنا انما یذکر فی مباحث الحجه، مقصد سوم خواهد اومد، ولی سه هنا موقعه، ما فعلا تو صغراهاییم، هنوز به کبراها نرسیدیم. و سیعتی بیان و امکان و حصول القطع بالحکم الشرعی من غیر الكتاب و سنه، انشاءالله برای شما به زودی خواهیم گفت که رسیدن به احکام خدا راهش فقط قرآن و روایات منحصرا نیست، یک راه سومی هم هست و اون اسمش عقله. البته خیلی کم، زیاد نیست، اما میتواند، چون حکم خدا یه دونش هم با ارزشه، میشه بعضیاش رو از راه عقل به دست آورد. خواهیم گفت که ما قطع میتونیم پیدا بکنیم به حکم شرعی از غیر راه قرآن و روایات. و اذا حصل، و انشالله خواهیم گفت، اگر عقل پیدا شد و حکمی کرد بر جایی که شرع این چنین باید بگوید، کیفه یکون حجت، عجب نکنید، حکم عقل چگونه ممکن است حجت بوده باشد. انشالله طریق حجیتش رو براتون خواهیم گفت. یه ذره تو پرانتز، برای اینکه خیلی هم سربسته نمونه، ما خواهیم گفت در احکام عقلی، احکام عقلیه رو داریم بحث میکنیم که تطابقت علیه آراء العقلا، یعنی همه عقلا یک پارچه او را تشخیص میدن و بر اساس او حکم میکنن. اصلا زندگی عقلا مبتنی بر اونه، عقلا هم در زندگی خودشون قوانین جعل میکنن، بر اساس این قوانین است که امورشون داره پیش میره، تشخیص میدن. بنابراین محاله چیز را که همه عقلا میگوین خالق عقل برخلاف او بگوید، این یعنی حجیت. دو، مسئله دوم چیه؟ انه حل العقل ان یدرک بطریق من الطرق، ها اینی که اینجا میخوایم بحث بکنیم اینه، یعنی صغرا، آیا ممکن است عقل درک کند از راهی از راه ها، مثلا از طریق این که ما مراجعه میکنیم میبینیم از بچه کوچیک که یه ذره فهم پیدا کرد تا پیرمردی که نفس های آخرش رو میکشه، میگه خدمت به مردم، کرم کردن، شجاعت خوب است، مال مردم خوردن، از دیوار مردم بالا رفتن، تجاوز کردن به حقوق دیگران بد و قبیح است. حل العقل ان یدرک بطریق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا، میتونه درکش کنه؟ بله. حالا از کجا فهمید؟ در فطرتشه، در نفسش، در وجدانش این رو احساس میکنه، اون آینه‌ای که خدا در وجودش خلق کرده این رو صاف میبینه که این خوب است و باید بشود. و اون از راهی از راه ها که انشاءالله حالا خواهیم گفت راهاش چیه، خلق انسانی، انفعالات، تطابقت علی آراء محموده، اگر فهمیدی چیزی حسن از شرعن یا قبیح هست، حالا شرعن یا غیر شرع، فعلا این کار خوبه، بعد میگیم شرعن باید بگه حسن شرعن او قبیح او یلزم و فعل او ترکه، این کلمات یواش روشن میشه، حسن است یعنی باید انجام بشود، قبیح است یعنی یلزم و ترکه،
عند الشارع، شاید باید شارع باید دستور بده این کار رو انجام ندید. یعنی ان العقل بعد ادراکه لحسن الافعال او لزومها و لقبح الاشیاء او لزوم ترکها فی انفسها به ای طریق من الطرق هل یدرک مع ذلك انها كذلك عند الشارع. یعنی عقل بعد از آنی که خودش فهمید این کار خوبه این کار بده، میتونه یه قدم پا رو فراتر بگذاره و بگه شارع همین چنین است یا نه، این اسمش ملازم است. یعنی آیا عقلی که تشخیص داد این خوبه و بده یه تشخیص دیگه هم میده که بر اساس اون چه من درک کردم شارع باید حکم بکند یا نه؟ یعنی آیا بین تشخیص من و تشخیص شارع ملازمه هست یا نه؟ این بحثی است که ما میخوایم اینجا انشاءالله توی مقصد دوم براتون بیانش بکنیم. دوباره عبارت رو میخونم. یعنی ان العقل بعد ادراکی لحسن الافعال این کارها خوب است درک کرد، او لزومها حسن یعنی چی ان شاء الله معنا میکنیم، یعنی لازم است انجام شود، ولی قبح الاشیاء بعد از آنی که عقل تشخیص داد این کارا بده، او لزوم ترکها این کارا باید ترک بشه، فی انفسها کار نداریم به اینکه چه عنوانی پیدا میکنه، ظلم به خودی خود بد است، عدل به خودی خود خوب است، به ای طریق من الطرق، حالا از کجا فهمیدیم؟ از هر راهی، همه عقلا تشخیصش میدن. بعد از آنی که این درک رو ما ثابت کردیم، هل یدرکو آیا عقل باز هم درک میکند، مع ذلک اضافه بر درک اول که این خوب است و این بد است، انها که این افعال و این اشیا کذالک عند الشارع خوب است باید انجام شود، بد است نباید انجام شود عند الشارع. من عقل میتونم تشخیص بدم در نزد شارعم چگونه است یا نه؟ و هذا المقصد الثانی، این کتابی که الان این بحثی که الان وارد شدیم، الذي سمیناه که نامیدیم این بحث را به بحث ملازمات عقلیه، عقدناه و منعقدش کردیم، جمعش کردیم، گرهش زدیم، لاجل بیان ذلک، تا این مطلب رو برای شما بیان بکنیم که آیا عقل ملازمات تشخیص حکم شارع را میتواند داشته باشد یا نه. لاجل بیان ذلک فی مسائل، در ضمن چند مسئله، شلو میاد مسئله مستقلات عقلیه حسن قبح، بعد غیر مستقلات عقلیه بحث اجزا، بحث مقدمه واجب، بحث زد، بحث اجتماع امر و نهی، در ضمن مسائل میخوایم انشاءالله برای شما تشخیص بیان کنیم دو مطلب را، که اولا عقل تشخیص میدهد یا نه، دوما آیا ملازمه هست یا نه. وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقليه عقدناه لاجل بيان ذلك في مسائل، در ضمن مسائلی، على النحو الذي سياتي ان شاء الله، ان شاء الله شکل بیان رو خواهید فهمید، متوجه خواهیم شد کم کم، و يكون فيه تشخيص، و نتیجه چه خواهد شد وقتی شما این مقصد را تمام کردید، این مقصد دوم رو فهمیدید، مقصد اول تمام شد، صغرا برای بحث حجیت تو الفاظ پیدا شد، یعنی کتاب سنت ظواهرش ظواهر داریم حجت یا نه. حالا انشاءالله میایم میگیم عقل حجته. خب عقل چیه؟ بیایم براتون بگیم عقل که حکم میکنه کجاها حکم میکنه، صغراهاشو براتون بیان میکنیم. و یکون فیه، خواهد بود در این مقصد تشخیص و تشخیص دادن صغریات صغراهای حجیت عقلی که بعدن خواهد اومد انشاءالله. دیگه یادتونه، اگر یادتون رفته برگردید مقدمه اول کتاب که ایشون میاد میگه علم اصول جایگاهش کجاست، کجاست، چه کار میتونه بکنه برای یک فقیه، یک فقیه با کمک از اصول چطور میتونه استنباط حکم شرعی بکنه، صغرا و کبرا درست میکنه. صغرا و کبرا رو تو منطق که یادمون نرفته، میگه این ظاهر است، هر ظاهری حجت است، پس این حجت است، استنباط حکم شرعی میکنه. اینجا میگیم این حکم عقل است، بعد میگیم حکم عقل حجت است، بعد نتیجه میگیریم یک حکم شرعی را صغرا میشه، احکام عقلی میشه صغرا. لاجل بیان ذلك فی مسائل على النحو الذي سياتي ان شاء الله تعالى و يكون فيه تشخيص صغريات حجيه العقل المبحوث عنها. حجت عقل اینجا نمیگیم ما، فی مقصد ثالث بعد خواهیم گفت در مباحث حجت. ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل، حالا قبل از اون که بیایم خود این صغراها رو براتون قرار بدیم و بحث بکنیم، ما ان شاء الله از دو سه صفحه دیگه وارد بحث میشیم، اما قبل از اون که وارد بحث بشیم یه تمهید میخوایم شما رو آماده بکنیم، با این حرفا داریم جایگاه بحث ملازمات عقلیه رو براتون روشن میکنیم. قبل از آنی که وارد بشیم در بحث این صغراها، لابد حتما باید قبل از تشخیص هذه الصغريات فی مسائل، در ضمن چند مسئله، من ذکر امرین، دو مطلب رو باید برای شما بگیم، یتعلقان بالاحکام العقلیه، این دو مطلب مربوط به احکام عقلیه هست. عقل حکم داره، عقل درک میکنه، عقل تشخیص میده، حالا این کلماتیست که انشالله کم کم روشن میشه آیا اصلا هست یا نیست. یتعلقان بالاحکام العقلیه، این دوتا مطلب مقدمتا للبحثی که انشالله خواهد اومد. نستعین بها یا به ما علی المقصود، ما با این مطلب، این مقدمه که انشالله خدمت شما خواهیم گفت، کمک میگیریم بر مقصود. پس ما الان باید یه مقدمه رو بگیم،
این مقدمه در ضمنش دو مطلب گفته خواهد شد، شما رو یاری میکند بر رسیدن به مقصود. مقصود بحث ملازمات عقلیه و هما. این دو مقدمه ای که میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یک اقسام دلیل عقلی، چند قسم دلیل عقلی داریم، مستقلات و غیر مستقلات. دو، چرا این مباحث میگن ملازمات عقلیه، کلمه ملازمات از کجا در اومده؟ انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله، السلام علیکم و رحمت الله. صلاة الله سلام الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه یکی از مهمترین کتب فقهی در حوزه های علمی شیعه می باشد. اصل کتاب نوشته شهید محمد ابن جمال الدین مکی عاملی، معروف به شهید اول است. عمده ترین ویژگی کتاب لمعه آشنایی با یک دوره کامل فقه شیعی است. لمعه تنها کتاب درسی مشتمل بر تمام ابواب فقه است که در مدارس علوم دینی تدریس می گردد. در قرن دهم مرحوم شهید ثانی زین الدین جبعی عاملی شرحی بر آن نگاشته است و از همان تاریخ به عنوان کتاب درسی حوزه های علمیه مطرح گردیده است. با این حساب حدود 4 قرن است که طالبان علوم دین از رهگذر این اثر پرقیمت با کلیات دانش فقه آشنا می گردند. این کتاب مجموعه 53 رساله در ابواب مختلف فقه است که از طهارت آغاز و بدیات پایان میپذیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. بحث ما در کتاب حج هست. انشاءالله بتونیم این کتاب رو به پیش ببریم و مباحث اون رو خدمت شما طرح بکنیم. حج یک آزمون بندگی هست از نگاه امیرالمومنین علیه السلام، که در خطبه قاصعه مطالب زیبایی درباره حج بیان میکنند که خداوند متعال خانه خودش رو در مکانی قرار داد که به حسب ظاهر خشک و بی حاصل هست و بسیار گرم و با مشکلات بسیار زیادی افراد حاجی به اونجا خودشو میرسونه. این برای اون هست که خداوند متعال بندگان خودش رو آزمایش کنه و ببینند بندگان که در آزمون اطاعت و تسلیم در چه جایگاهی قرار دارن. مواقف گوناگون هست، طواف هست، ایستادن در بعضی جایگاه ها هست. حج مجموعه این گونه مباحث هست، طواف هست، ورود به حرم هست، توقف در عرفات و مشعر و مزدلفه و این اماکن هست و هر کدام از اینها هم اعمال خاصی داره که در طی مباحث به اون اشاره خواهیم کرد انشاءالله. فصل اول در شرایط و اسباب حج هست. در چه شرایطی و برای چه افرادی حج واجب هست؟ اولین شرطی که درباره اون بحث میشه استطاعت هست، که البته تفصیل اون بعد از این مقدمه بحث میشه. اولین شرطش استطاعت هست که شخص توانایی داشته باشه، که حالا توانایی رو انشالله خود شهید توضیح میدن و شارع هم بیان میکنن. و حج بر زن و مرد واجب هست، بر خونسا واجب هست. وجوبش هم وجوب فوری هست، یعنی اگر کسی مستطیع شد باید تلاش بکنه که در همون سال به حج بره.
و تأخیر انداختن اون یک گناه بسیار بزرگ و گناه کبیره هست. مقصود از فوریت هم اینه که در اولین فرصت امکان به حج بره. حالا گاهی در همون سال میشه، خب همون سال، اما گاهی باید مقدمات و اسباب اون رو فراهم بکنه تا سالهای بعد مشرف بشه. اینجا هم مقصود از فوریت به این معنا هست که اگر میتونه تا 2 سال 3 سال آینده بره، اون رو به سال سوم و چهارم نیندازد. در بعضی جاها مرسوم هست که به هر حال ثبت نام میکنن، افراد تو نوبت هستن، کسی که مستطیع شد لااقلش این هست که باید ثبت نام بکنه و خودش رو در صفحه حجاج قرار بده. خب اگر که این سفر نیازمند مقدماتی بود که باید برای رسیدن به حج اون مقدمات رو انجام بده، خب اون مقدمات هم واجبه، مانند سفر کردن به خانه خدا. کسی که دور هست، به تعبیر کتاب حج نائی هست، یعنی دور زندگی میکنه، مکی نیست، نائیه، از جای دوری باید بیاد، خب طبیعیه که باید طی مسافت بکنه، مسیری رو طی کنه، این واجب هست. و همینطور مسئلهی که ایشون عنوان میکنن اینه که اگر 2 کاروان 3 کاروان قرار هست که به حج مشرف بشن، از منطقه و شهر او باید با اولین کاروان حرکت کنه و اگر مشکلی مانعی برای او نیست، نباید اولین کاروان رو از دست بده که اگر از سر سهل‌انگاری باشه، این هم باز گناه داره. منتهای مراتب اگر با کاروان دوم رفت، حج او صحیح هست. البته اگر با کاروان اول نرفت، در حالی که میتونست با کاروان اول بره و بعد کاروان دوم هم منحل شد، یه مسئله رو ایشون عنوان میکنن، فرع ظریفی هست که اگر میتونست با کاروان اول بره ولی سهل انگاری کرد، با کاروان اول نرفت، گفت حالا مانعی نداره، میمونیم تا ببینیم چی میشه، با کاروان دوم میریم، و بعد کاروان دوم منحل شد به گونه ای که نتونست به حج بره، اینجا حج به گردن او مستقر شده. خب مستقر شده یعنی چی؟ یعنی این که اگر تا سال بعد این شخص شرایط استطاعت رو از دست بده، مثلا دیگه توانایی مالی نداشته باشه یا به هر جهت دیگه، حج به گردن او مستقر شده و باید به هر زحمتی هست خودش رو به خانه خدا برسونه و حج انجام بده. این اثر تأخیر از کاروان اول هست که انشاءالله توضیح بیشترش رو باز در کتاب خدمت شما بیان میکنم. حج یک بار واجب هست. وجوب حج برای شخص اونچه که در شرع و شریعت آمده است به عنوان حجت الاسلام، اسمش هم حجت الاسلام هست، اون یک بار هست. البته میتونه حج انواع مختلفی داشته باشه، گرچه بعضی از اونها هم میتونه واجب باشه. مثلا حجی که به نذر و عهد و یمین برای شخص واجب شده، کسی نذر میکنه که حج بره، این حج میشه حج واجب. اما حج واجب نذری، نه اون حجت الاسلام. پس بنابراین حج به اصل شرع و شریعت یک بار بر انسان واجب هست و میتونه دلائل دیگری هم برای وجوب داشته باشه، مانند نذر و شبیه اون، یا اینکه مثلا شخصی اجیر بشه، وقتی که اجیر شد برای حج، اینجا حج براش واجب میشه، یا کسی که حج خودش رو فاسد کرده است، افساد کرده حج خودش رو، اینجا هم دوباره حج براش واجبه، یعنی سال بعد، که حالا صور این مسائل در آینده خواهد اومد. حالا کسی که حجش رو به هر جهتی فاسد کرده، از بین برده، سال بعد براش حج واجبه. این حجی که برو واجبه حج افسادی هست، یعنی چون حجش را
فاسد کرده است باید حج دیگری به جا بیاره. پس بنابراین اینها حجت الاسلام نیست. حجت الاسلام همونه که یک بار بیشتر واجب نمیشه و شرایط خاص خودش رو هم داره. البته کسی که حج رفته حجت الاسلام رو انجام داده، برای او مستحب هست که تکرار کنه حج رو، دو بار سه بار و هر چقدر میتونه بیشتر به خانه خدا مشرف بشه. اهل بیت علیهم السلام زیاد به حج مشرف میشدن. امام مجتبی علیه السلام 25 مرتبه حج رفتن. به هر حال یک جایگاهی هست که خدا دوست داره بنده خودش رو در اون مواقف، در اون جایگاه، در لباس احرام، لباس بندگی و خضوع و خشوع ببینه. پس بنابراین تکرار حج برای شخصی که حج واجبش رو انجام داده است میشه مستحب. و همینطور مستحب هست حج برای کسی که فاقد شرایط هستش. مثلا فرض بفرمایید که استطاعت نداشته یا بعضی شروط دیگر رو که حالا دربارش بحث میکنیم و خود رو به زحمت انداخته برای حج، حج با تکلف انجام داده، حج مکلفن انجام داده، خب این حج براش این شخص مستحبه. مستطیع نیست ولی به زحمت پول قرض میکنه برای خانه خدا، خب خوبه، این عمل مستحبیه. خب سوال، آیا این حجی که بدون استطاعت انجام شده مجزی از حجت الاسلام هم هست یا نیست؟ یعنی کفایت میکنه از حجت الاسلام او؟ به این معنا که در آینده وقتی پولدار شد، مستطیع شد، دیگه حج بر او واجب نیست، یا اینکه نه کفایت نمیکنه و بعد از حصول شرایط باید یک بار دیگه به حج بره؟ جواب این هستش که این حج کفایت نمیکنه و حجت الاسلام کماکان به شرایط خودش باقی هست، و اگر شرایط حجت الاسلام برای این شخصی که با زحمت خودش را به خانه خدا رسونده مستطیع نبوده، شرایط حج رو نداشته و خود رو به زحمت و بدون استطاعت به خانه خدا رسونده، اعمال انجام داده، اگر روزی مستطیع شد باز حجت الاسلام به گردن او واجب میشه و اون حجی که انجام داده حج مستحب محسوب میشه. بله، مانند فقیری که به زحمت حج رفته است یا عبدی که حج انجام داده به اذن مولاش. خب ایشون آزاد نبوده، شرایط حج رو نداشته، منتهای مراتب به اذن مولاش حج انجام داده. حالا اگر آزاد شد، آیا آزاد شد و مستطیع شد، آیا مجدداً حج بر او واجبه یا نه؟ جواب این که بله، باید از نو حج رو به جا بیاره. شرایط وجوب حج از این قرار هستن مانند بعضی دیگر از واجبات که اونها هم مشترک هستن در این شرایط، مانند بلوغ و عقل و آزادی و زاد و راحله هم اینجا اضافه میشه. زاد یعنی توشه سفر. اگر کسی توشه سفر نداشته باشه اصلا حج براش واجب نیست، زاد و توشه سفر باید برای او فراهم باشه، پول به اندازه‌ای که او رو به خانه خدا برسونه، بتونه اعمال انجام بده و بعد هم برگرده. و همینطور راحله یعنی مرکب سواری. و البته این زاد و راحله مناسب با حال و وضع او باشه از لحاظ قوت و ضعف، به این معنا که حالا این شخصی که داره به حج مشرف میشه پیرمردی هست، خب قطعا نیازمند به راحله هست، اون هم باید یه مرکب راهواری داشته باشه، مرکب خوبی داشته باشه که بتونه او رو برسونه. اگر مرکب نداشته باشه یا مرکبی که ضعیف هست و نمیتونه همراه کاروان این پیرمرد رو برسونه، پس بنابراین
حج برای او واجب نیست. قوت و ضعف باید در زاد و راهله لحاظ بشه. مثال دیگر اون، اگر شخص ضعیفی هست، بنیه ضعیفی داره و باید در طول مسیر پول خوبی داشته باشه که غذاهای مناسب بخوره، باید گوشت بخوره، باید غذای پروتئینی بخوره، پروتئین دار بخوره و نمیتونه به یک غذای ساده ای بسنده کنه، جسم او توانایی و کشش اون رو نداره، استطاعت زاد او به این معنا هست که پول خرید اونها رو داشته باشه. پس بنابراین ببینید نسبت به افراد مختلف این زاد و راهله میتونه تفاوت داشته باشه، از لحاظ ضعف و قوت به این معنا که هر کسی متناسب با حال خودش زاد و راهله ای خاص به او برای او لازم هستش. خب آیا شرافت و عدم شرافت در این مسئله دخیل هست یا نه؟ مثلا یک کسی بنیه خوبی داره، میتونه با یک مرکب ضعیفی هم طی مسیر بکنه، با غذای کمی و غذای ساده‌ای میتونه به هر حال این سفر رو به انجام برسونه. آیا برای چنین شخصی که موقعیت اجتماعی مثلا بالایی هم داره لازم هست که مسئله موقعیت اجتماعی خودش رو لحاظ کنه و حتما و الزاماً غذاهای اونچنانی بتونه بخوره، باید حتما اسب تیز پایی داشته باشه؟ آیا شرافت و موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد دخیل هست در استطاعت یا نیست؟ جوابی که می‌فرمایند این هستش که نه، شرافت و موقعیت و جایگاه اجتماعی اینها در مسئله حج دخیل نیست. یعنی شخصی که میخواد به حج بره، میخواد استطاعتش رو حساب بکنه، میبینه که توانایی این که یه غذای خیلی کمی رو هم بخوره و با یک مرکبی که مرکب تیزپایی هم نیست، حالا البته مثالهای امروزیش کاملا متفاوته ولی میشه تطبیق کرد، حتما آیا این شخص که موقعیتی داره باید با هواپیما بره و یا اینکه میتونه با کشتی هم مسیر رو طی بکنه؟ از لحاظ جسمی توانایی اینکه با کشتی بره، توانایی اینکه با ماشینی مسیر رو بره داره، اما شاید موقعیت اجتماعیش بهش اجازه نده، در شأن او نباشه که با ماشین طی مسیر کنه، مسافرتاش همه مسافرت‌های هوایی هست. آیا تو مسئله حج این مسائل لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه؟ عرض کردیم جواب این هستش که این مسائل در حج لحاظ نمیشه. در حج همه با هم برابر هستن، یک احرام میپوشن، دو قطعه پارچست میبندن و دیگه هیچ کسی از کسی تشخیص داده نمی شود. همه مانند همان، تمام مظاهر تشخصهای فردی همه کنار میره، سیاه و سفید و رنگین پوست و غیره همه با زبانهای مختلف، گویشهای مختلف همه کنار هم قرار می گیرن و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. پس بنابراین این تشخصها و جایگاه های اجتماعی افراد دخلی در مسئله زاد و راهله نداره. اون چه که در مسئله دخالت دارد و تأثیر گذار هست، قوت و ضعف هست. واقعا شخص باید بنیه خودش رو نگاه کنه، ببینه میتونه با ماشین بره یا نه. اگر میتونه با ماشین بره، هرچند که شأن او بالاتر از این هست، باید این مسیر رو با ماشین طی کنه و خودش رو به خانه خدا برای اعمال برسونه. این هم نکته ای بود که باید توضیح داده میشد خدمتتون. خب حالا شخصی میخواد حساب کنه، بررسی کنه، ببینه مستطیع شده یا مستطیع نشده، استطاعت برای حج دارد یا
نداره. چجوری باید حساب بکنه؟ چه اموالی رو حساب کنه؟ آیا خونه و ماشین و اینها رو هم باید حساب بکنه؟ ببینه به اندازه سفر حج میشه یا نه؟ یا اینکه نه اینا استثناء شده؟ میفرمایند چند چیز استثناء شده. یکی خانه هست و دیگری لباس ها، سوم خادمه و شخصی که کارگر هست در خانه اونها، چهارم دابه هست یعنی مرکب یا وسیله نقلیه، و پنجم کتب هست، مجموعه کتاب های علمی که از اونها استفاده میکنه و کنار دست او هست. منتهای مراتب این پنجتایی که گفتیم یه قید داره، یه وصف داره. وصفش این هستش که اینها باید لائق شخص او باشه، یعنی اونچه که دارد در خور شأن او باشه. مثلا فرض بفرمایید شخصی هست که موقعیت اجتماعی بالایی داره و دو تا خانه نیاز داره. حالا میشه بهش بگیم که یکی از دو تا خانه رو بفروشه و هزینه سفر حج بکنه؟ میفرمایند نه. گاهی به عکس شخصی یه انسان معمولی هست، خیلی رفت و آمدی نداره و به هر حال آدمی که مردم به او رجوع بکنن، فرض فرمایید سیاستمداری، طبیبی، چنین شخصی نیست. یه خانه بسیار بزرگی داره که اصلا این خانه در شأن او نیست، در شأن او خونه کوچکتر از اون هست، یعنی با یه خونه کوچکتر راحت میتونه بدون هیچ زحمتی زندگی خودش رو سپری کنه. آیا این خانه رو باید بفروشه کوچکتر بخره؟ بله. پس ببینید مسئله این هستش که آنچه که استثناء شده، خانه، مرکب، خدمتگزار، همه اینها درش شؤونات دخیل هست. مثلا کسی هست که طبیعیه در خانه او چند نفر کارگر باشند و خدمتکار وجود داشته باشه که کارهای اونها رو انجام بده. امکان داره 5 تا خدمتکار داشته باشه که اگر یکی از اونها رو کنار بگذاره، یا مثلا اگر عبد هستن اونها یکی از اونها رو بفروشه، امور زندگی اونها مختل میشه. اینجا لازم نیست فروختن اون عبد یا عمه. و عکس اون هم هست که عرض کردیم گاهی شخص کتابهایی داره مثلا که این کتابها به درد او نمیخوره، اونها رو گذاشته ولی استفاده از اون کتابها نمیکنه. آیا لازم هست این کتابها رو بفروشه؟ بله. این هم نکته ای بود که باید توضیح داده میشد. شرط دیگر از شروط حج تمکن از مسیر هست. تمکن از مسیر یعنی بتونه این مسافت رو طی کنه. طی کردن این مسافت هم خودش چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که صحت و سلامت جسمی داشته باشه، از لحاظ جسمی سالم باشه، بتونه طی مسیر کنه اگر لازم هست این مسیر رو مثلا در یک سال، در 6 ماه زمان گذشته خیلی با مشقت، با زحمت خودشون رو به خونه خدا میرسوندن. وسیله های نقلیه که مثل امروزه نبوده، خیلی با زحمت به هر حال باید صحت بدنی داشته باشه و راه هم راه امنی باشه. اگر راه امنی نباشه، مثلا در مسیر دزدانی باشن، قطاع الطریق باشن، راه امن نباشه، اینجا قطعا دیگه حج واجب نیست. مثال دیگرش این هست که وقت وجود داشته باشه. الان شخصی مستطیع شد و 3 ماه دیگه هم مثلا ایام حج، من مثال رو در فرض زمان گذشته براتون بیان میکنم، خب این شخص اگر میخواست خودشو به خانه خدا برسونه باید 1 سال طی مسافت میکرد تا به اونجا برسه. خب در طول این 3 ماه نمیتونه برسه، پس سعه وقت هم نیاز هست. بعد از این مرحوم شهید اول وارد شروط صحت میشن که قبل از اون ما این مقداری رو که توضیح دادیم تطبیق کنیم. اگر رسیدیم انشاءالله مطالب بیشتری رو خدمت شما بیان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج و فیه فصول، الاول فی شرائطه و اسبابه.
شرایط و اسباب حج رو توضیح میدن. یجب الحج علی المستطیع، حج واجب هست بر مستطیع، به ما سیعتی. این به ما سیعتی متعلق به مستطیع هست، یعنی مستطیع به آنچه که خواهد آمد، که ما توضیح دادیم همین الان نمونه هایی از اون رو خدمت شما گفتیم که باید تمکن داشته باشه، سعه وقت باشه و این گونه مسائل. خب بر چه کسانی واجب هست؟ یجب الحج علی المستطیع من الرجال و النساء و الخنساء، مرد، زن و خنسا هم بر اونها همه حج واجبه. وجوبش به چه نحو هست؟ علی الفور، وجوب فوری دارد. خب این وجوب دلیلش چی هست؟ میفرماید به اجماع الفرقه المحقه، تمام علمای شیعه که فرقه محقه شیعه هستند، تمام علما این رو بیان فرمودن که حج واجب هست. و تأخیر انداختن حج کبیرتون موبقه، یک گناه کبیره ای هست که هلاک کننده است. خب مراد از فوریت چی هست؟ یعنی معنای فوریت چیه؟ و المراد بالفوریه وجوب المبادرت الی فی اول عامل استطاعه مع الامکان. مقصود از فوریت اینه که در اولین سال که ممکن هست بره، نه اینکه حالا فرض بفرمایید که الان مستطیع شده ولی امسال دیگه نمیتونه به حج برسه، 3 ماه وقت هست و در 3 ماه نمیتونه به حج برسه. به این معنا نیست فوریتش که از حالا بلند شراح بیفته بره، نه، مقصود این هستش که در اولین سال وقتی شرایط مهیا می شود، در اولین وقت امکان خودش را به گونه ای برسونه که به حج برسه. و المراد بالفوریه وجوب المبادره، باید تلاش بکنه و آغاز کنه کار رو برای رسیدن به حج. وجوب المبادرت الی الحج فی اول عامل استطاعت، در اولین سال استطاعت، در صورتی که امکانش وجود داشته باشه. اگر در سال اول امکانش نبود، به هر دلیلی مستطیع شده ولی راه بسته، خب میذاره سال بعد، سال بعد و همینطور. و الا ففی ما یلی، اگر در سال اول نشد سال بعد و هاکذا، اگر سال بعد نشد سال بعد. ولو توقف على مقدمات، اگر این حج متوقف بر مقدماتی بود مانند سفر و غیر از اون. امروزه بحث ویزا مطرح هست و به هر حال اخذ روادید مطرح هستش، خب اینها رو باید انجام بده، اینا مقدمات لازم برای انجام کار هست. وجب الفور بها علا وجه یدرکه هون کذالک، واجبه که سریعا نسبت به اونها اقدام بکنه، نسبت به اون مقدمات اقدام بکنه، بگونه ای که در اولین سال خودش رو به حج برسونه، اگر ممکن نیست در سال بعد و سالهای بعد. ولو تعددت رفقه، اگر کاروانهای متعددی وجود دارد در همون سال، در سال واحد چند کاروان وجود داره، وجب السیر مع اولاها، واجبه که با اولی اونها خودش رو برسونه. فان اخر عنها و ادرکه مع التالیه، اگر که با اولی نرفت، با اولین کاروان نرفت، با کاروان دوم رفت و به حج رسید، که خب به هر حال این تأخیر او یک گناهی داره ولی حج او حج صحیحی هست. و الا کان که مؤخرهی عمدن فی استقراره، اما یه ثمره ای اینجا هست، یه مسئله ای اینجا دارای ثمره وجود داره. اگر که با کاروان اول نرفت یا با کاروان اول و دوم نرفت و بعد دیگه کاروانی وجود نداشت که او با اون کاروان بخواد به حج بره، چون شخص به تنهایی که مخصوصا در این زمانها، زمان گذشته هم همینطور بوده، براش شرایط فراهم نیست بخواد
به حج بره. اگر چنین اتفاقی افتاد، این شخص حج به گردن او مستقر شده است. یعنی چی مستقر شده؟ یه اصطلاحه، استقرار حج یه اصطلاح هست که در طول این کتاب ما با این عبارت، با این اصطلاح زیاد کار داریم. توضیحشو دادم، باز هم تأکید میکنم. استقرار حج به گردن شخص به این معنا هست که چون کوتاهی کرده است در رفتن به حج، سال بعد به هر زحمتی شده باید خودش رو به حج برسونه، گرچه در طول سال شرایط استطاعت رو هم از دست بده. امسال که میخواست بره حج پول زیادی داشت، اما کوتاهی کرد و حرکت نکرد و سهل‌انگاری کرد تا اینکه شرایط از دست رفت. وسط سال ورشکست میشه و بعد که موسم حج میشه باید با قرض و با زحمت هر جور که شده خودش رو به حج برسونه. این معنای استقرار حج هست. و الا اگر با کاروان اول و دوم نتونست بره، کان که مؤخرهی عمدن، مانند کسی خواهد بود که عمدن حج را ترک کرده است. فی استقرارهی، از این جهت که حج به گردن او مستقر شده و حجی رو که مستقر شده سال بعد به هر زحمتی باید اون رو انجام بده. خب یه مقدار از مباحثی که عرض کردیم خدمتتون تطبیقش باقی موند که انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می کنیدم